این فیلم به سفارش سازمان زنان ایران در سال 1345 همراه با فیلم تهران پایتخت ایران است آغاز گردید. پس از توقیف تهران پایتخت ایران است، از ادامه فیلم برداری قلعه نیز جلوگیری شد و کار ناتمام ماند. به دنبال قیام خونین ملت ایران که درب زندانهای جسمی و فکری رژیم صفاک شاهنشاهی را گشود، پس از 12 سال به این فیلم دست یافتیم. آنچه اکنون پیش روی شماست بر اساس همان ناتمام ساخته و پرداخته شده است. این فیلم در زمستان سال 1359 برای اولین بار تدوین شد. به معصومیت هایی که در آتش سوختند. بنوز جمع شهرهای بزرگ ایران دارای کارخانه ها و اداره ها و اداره ها و بیمارستان های بسیار است که مردم شب و روز در آنجاها کار می کنند. هر ایرانی چه در شهر و چه در ده. ببینید اینجا نیست، زحمت می کشند. زندگی بهتری برای خود تقریبا 18 سال پیش از این من دختر بودم و زیر پای من پهلوی نشستن و من آوردن تهران به جای فساد در دروازه قزوین که منو فروختن و من هر چی سعی می‌کردم که بیام از اونجا بیرون و نمی‌ذاشتن من بیام بیرون. اینا میگفتن پس چرا نمی‌ذاری من برم بیرون؟ میگفت تو بدیه کار هستی. منم آرزوی پدر مادرم داشتم، اینا اونام هیچ از من نمی‌پرسیدن هیچ. بعد چند سال فرار کردم، رفتم اونا من راه ندادن، دو مرتبه برگشتم و راه چایم ندارم و کسی هم ندارم از من نگهدار باشه، چیزی هم ندارم، حالا خودم موندم همینطور سرگردون ویلون، جایی ندارم بخوابم، آسمان لحاب منه، زمینم دوشک من. و مردم فراهم آورند همه ما در هر جای ایران که باشیم سم پدرم من 9 ساله داد به یه مرد پیر مرد، اونم زن داشت بچه داشت. منو هر روز میزدن، نه نون میدادن نه آب میدادن. 13 ساله زایدم تبینم منو زیاد اذیتم میکنن. من شوهرم میفرسید گداره، میرفتم برشه یک قرن تو خانه بازار استانبول، همه چه گداره میکردم، پولشی میوردم میدادم به شوهرم، بازم به من هیچی نمیدادم. و وقتش رفتم از اون خونه قرار کردم، رفتم خونه دیگه، یه جای کفرت موندم. اونجا که کفرت که مونده بودم، منو گولم زد، فروخ به یه زنه، اون زنه منو بود آبادم فروخت. و وقتش اونجا بچه که کار میکردم درشی به من نمیدادن، خلاصه هر چطور بود اونجا فرار کردم، اومدم تهران. و وقت رفتم خونه شوهرم،
بعدا اومدم یواش یواش اومدم اینجا قلعه اینجا هر چی کار میکردم دادم بشوام هر کجا هم که شکایت میکردم هیچ کس به دادم نمیرسه میگفتن تو بچه هستی و وقت بعدا من بهش پول دادم 500 تومن 1000 تومن بهش پول دادم ازش طلاق گرفتم 10 سال موندم تو قلعه و وقت یه مرد از اونجا منو نجات هم داد بهش گفتم دازدار خودم من نجات هم بده من بانون خوشی تو هم میسازم عقدم کرد الان 6 ساله به هم نگر داشته همون بچه هم کنون شوهرم که داشتم الان پسرم 14 سالشه ولی واسه پسر من هیچی نمیخره نونم که میخوره باش بچه من دعوا میکنه میگی زیاد میخوردش و وقت اونجا هم که منو فروخته بودن دعوا داده بودن خورده بودن که بچه‌م نشه شکمم سوختش 2 دفعه شکم من عمل کردن هنوزم خوب نشدم بازم مریضم و هر کاری که انجام دهیم در پیشرفت خودم قربان ارتش بود در تربت هیدریه من گول خوردم یعنی پس زیرپا نشست با من و عبا تهران یه زن بود زن نجیب بود که من عبا تهران من نمیدونستم که اینجا مثلا چی هست چی نیست دهاتی بودم یعنی فردان دهاتی بودم من بردم قلعه زادی من فروختم با الان 2 تا بچه دارم هر چی در میارم هر 2 تا بچه هم میکنم تحصیل میکنم مثل خودم بدبخت نشن یعنی دختر دارم یعنی پسرم دوستم خوشبخت باشم در پیشرفت و آبادانی میهن خود من اسمم شفیقه یک دختر بدبختی هستم مال خاک ایران نیستم مال روسیه هستم 20-30 سال پیش 40 سال پیش منو پدر مادرم آوردن تهران بعد پدر مادرم مردن از بی کسی توی این محیط بدبختی افتادم رایچایی هم ندارم بچه دارم هستم اگه یه کاری یه بدبختی بیچارگی باشه چرا نمیکنم میکنم نه بدهکارم نه از کسی طلبکارم فقط نونآور ندارم اگه نونآور داشته باشم توی این محیط هیچ وقت نمونم از این محیطم میام بیرون میهن خود شریک هستیم بنده 6 سالم بوده من آوردن مادرم توی محیط به سعدستا منو فروختن از سعدستا فرار کردم رفتم آبادان دو دفعه اومدن منو گرفتنم سعدستا به ضرب کتک و به ضرب کلانتری و به ضرب پور من آوردن اووردن 2 دفعگی من خودم اومدم اینجا توی این مدرسه الان 23 سالمه توی این 23 ساله معتاد بودم عملی بودم عمل متحق کردم باز خودم یه آدمی شدم حالا از همه دوستان همشه گردی ها اونه که اومدن توی محیط واسه خودشون یه شوهری کردم واسه خودشون این محیط نجات پیدا کردم منم انشاءالله به امید خدا نجات پیدا من یه زن بدبختی هم یه پسرم دارم کلاس 5مه اولا اساسم دست یه زنه که هست میرم گم اساسم بده میگه اینقدر بدهکاره کلانتری هم میرم شکایت میکنم میندازن زیر فلکه شلاق میزنن جرم میکنن من الان بیرون الان پلی یه زنه که بچه‌م میبرم میخوابونم هیچ چیزی هم ندارم الان 3000 تومنم بدهکارم نمیتونم درارم بدم هر جا میرم کتکم میزنن شلاقمون میزنن کلانتری بدبختی توی این محیط دارم میکشم سر همون بچه‌مه نه زندگی دارم نه هیچی نه پول در دست دارم که بتونم برم خرج بچه‌م کنم یا خرج خودم کنم امیدوارم اشرف پهلوی کمکی در بالای ما بکنه و آرزوی کمکمون همینه از این بدبختی برم بیرون من سرگذاشتم البته اینه که خب جوان بودیم بچه بودیم گولمون زدن آوردن در این محیط و البته مدتی البته 3 سال پیش پدر من فوت کرد ثروت به من رسید فامیل من از من گرفت و گولم زد و الانم مدت 1 سال اومدم در این محیط خیلیم گرفتارم و ناراحتم ولی چون فکر خودم ناراحته نمیتونم مثل آدم خیالتی فکری شدم من اصلا نمیتونم حتی یه خط بنویسم بخونم به این دلیلی که الان بنده خودم گریم میگیره خیلی من یه نفر خیلی کشیدم واقعا در زندگی زندگی من اصلا 100000 تومان زندگی میفته من هیچ فکرم آزاد نیست من از معلمان از مدیر کلاس خیلی ممنونم ولی نمیتونم فکرم آزاد نیست که درس بخونم چون خیلی گرفتارم خیلی ناراحتی دارم خیلی بدهکارم من شب 60 تومن باید نزول پول فقط بدم نمیتونم زندگیم رو دارم من از شما خواهش میکنم با من از وجدانتون خداتون منه یا از این محیط نجات بدن یا از این کلاس اسم منه خواهد بدن بخون بول بول جوا بت میدیم از این شیشه شرا بت میدیم ای آهوی ایمه بزن چرخی بشین روزانوی ایمه دل تو ملگا شده داغو کردن
از این آهو کبابت می دیم. ای آهوی ایمه بزن چرخی بشین روزانوی ایمه. دم گارج بودم یادم سوار شد، دل ما سافرین بر من کباب شد. تلفن می کنم بر شهر بیرجان که یار شیرینک از من جدا شد. ای آهوی ایمه بزن چرخی بشین روزانوی ایمه. الا شافر که ما شین زیر بایره، دوتا دختر خانم جلو ما شین سوایره. اگر شافر حرام زاده نبایشه، تو را به دختره مردم چه کارم. ای آهوی ایمه بزن چرخی بشین روزانوی ایمه. خدایا تو را شکر میگویم، خدایا تو را شکر میگویم. که مرا شکر میگویم گویم که مرا آفریدی. حالا من بدهکار بودم اینا، وقتی محمد سمینی بود منو کر زندم و هرچی من کاغذ زدم گفتم یه رای نجاتی واسه من بکنن، خلاصا آخرم هیچ کاری واسه من نکردم و الان به صفه بچه هم دارم و ارو نالاجی پنج تا بچه داشتم، دو تاشو بخشیدم و سه تاش الان پلو خودمه. من 12 سالمه، من به یه خواهر دارم به یه برادر کوچولو، خواهرم از من بزرگتره. بعدا این مادر بدبختی دارم و سو من میتونم یه کاری برم بکنم. مادرم گفت بزن اونجا بزنم سرد یه نجاتی پیدا کنم. مادرم اونجاست، ما یه زندگی داریم جمع شده، برادرم مادرم خودمون هممون. چی برادرم یه کوچیکه، بعدا از منم کوچیکتره و خواهرم 14 سالشه. شما میتونی یه کاری برام چیز کنید، اما ما اینجا تو این جمع شده نجات بگیریم، میگیم بریم راحتش. زنهای بدی هم، مردهای بدی هم، ما تلک میگن. ما دوقه نجیبیم دیگه، نمیتونیم که همش اون یکی یه حرفای بدی میزنن به ما. اینا مادر که نیستن که، اینا هم که 9 سال، 8 سال، 10 سال، 15 سال دارن، اینا را توی جمشید شبا میبرن استفاده میکنن، میبرن تو خیابونا میفروشن شبا به راننده ها، به مثلا مردمی که میخرن، به مردای مثلا عرق و فلان میبرن میفروشن. یکی 40 تومن 50 تومن میگیرن، یک ساعت پلوشان میمونن. من میگم حیفن اینا، گناه دارن، ما آلوده شده ایم اونا نشن، بدبخت میشن، جامعه آلوده میشن. این یک کمکیه شما در جامعه میکنی. پشت بیمارستان میریم، اونجا شبا چند تا زنیم همینجور سرپا توی خیابون عبور مردم، مردم میان میرن چه کار کنیم، گشنه ای علاج نداریم. دوتا من 15 هزار یارو میدن از ما، ما مجبوریم گشنه ایم. وقت کرا خونم اصلا اینا که این سال اینقدر به زندان پول دادم، پول دادم. اسمم روشن، درد دلم که البته من دختر 17 ساله بودم، گولم زدن آوردم توی محیط. کی گولتون زده؟ یه نفر اصلا نمیشناسمش اصلا، حالا نمیدونم مرده است یا زنده است. بعد در ذهن من گول زد وارد شهر نو با یه گلاس مشروب به جگه منو برداشتم. اون وقت من یواش یواش اونجا موندم، الان در حدود 35 ساله من توی محیطم. بله. در این 35 ساله 6 ساله که این کلاس باز شده، بس که به من گفتن من دیگه 2 ساله حالا دست کشیدم آمدم بیرون، از اون محیط کثیف اومدم بیرون. و حالا الان چیکار میکنی؟ الان پرتقال فروشی میکنم.
من زندگیم هم از همین پرتقال خوب میگذره، خرجمو در میارم از این پرتقال فروشی، راضی هستم. ولی من احتیاجی الان به یک گلیم میدارم، به یه دست رخت خوابی که توش زندگی کنم بخوابم. خیلی بهم سخت میشه. شما چند وقت تو این کلاس اینجا هستی؟ من 6 ساله که تو این کلاس میام. میرم خانم اکبریان خیلی به من محبت کردن، خیلی به در حق من مادری کردن. از کنم خدمت شما، من پسرم مجله زن روز خانم زفرانی از 50 تومن به من کمک کردن. از اون 50 تومن برای خودم استکام، قوری، چراغ اینا خریدم. بعد خانم فیروز هر دفعه آمده اینجا به من 25 تومن 30 تومن داده. این خانم نظمی همیشه درس تعلیمات دینی، اسلام، نماز، همه چی به ما یاد داده. من از اینا هزار تشکر میکنم. خیلی ممنونم از خانم های شما. سوادم یاد گرفتین؟ نه خیر، نخوندم. خودتون نخوندین؟ بله خودم نخوندم. ختم هم خیلی خوب بود. یه دفعه هم امتحان دادم، کارنامه گرفتم. ولی من دیگه پشتش نگرفتم. هر چی خانم بهم اصلاح کرد، گفتم خانم سواد چه درد من میخوره. اگه راست میگی من سر یه کاری بذاریم که الان از این محیطم که نجات پیدا کردم، از این خیابونام نجات پیدا کنم. گردان با کنت دارا اوشتا تگام پادانی سرا بیا لیلا بیا بیا لیلا بیا لیلا